که چه اتفاقاتی میفته. همچو یوسف کش به ز تقدیر عجب، نرتع و نلعب ببرد از ذل اب. این بچه ها میگه این همون بلایی سرشون خواهد اومد که سر یوسف پیغمبر اومد. یوسف رفت با برادراش بازی کنه، همین که نلعب میگه رفتم بازی، لعب یعنی بازی کردن، نلعبم یعنی ما بازی میکنیم. خب رفت بازی کنه با برادراش، بردن انداختنش تو چاه و اون حکایات پیش اومد. حالا میگه این همچو یوسف کش، یعنی که او از تقدیر عجب، نرتع و نلعب یعنی همین خیالاتی که میرم بازی میکنم فلان میکنم، ببرد از ذل اب. ذل یعنی سایه، ابم یعنی پدر. میگه همین خواسته این یوسف رو از زیر سایه پدر برد بیرون. آن نبازی بلکه جانبازی است آن، مشن آن را کان زیان دارد زیان. میگه این چه بازیه؟ این جانبازیه. حالا میرید میبینید. آن نبازی بلکه جانبازی است آن، حیله و مکر و دواسازی است آن. درسته. خلاصه میگه از بازی خبری نیست، تشریف آوردید میبینید خودتون، همش حیلس و مکر و دغاسازی. شما وقتی رفتید رسیدید بعدا متوجه میشید که این ارزشی که شما فکر میکردید ارزشه هیچ چیزی نداشته برای شما. هرچه از یارت جدا اندازدان، مشنو آن را کان زیان دارد زیان. هر چیزی شما را از یارتون، از این طرف جانیتون جدا کنه، غیر از ضرر براتون نخواهد بود. گر بود آن سود 100% مگی، بهر زر مکسل ز گنجور ای فقیر. حتی اگر این چیزی که میبینید سود 100% هم باشه، یک بیزینسیه، یک معامله، یه چه میدونم تجارتیه، 100% هم سود داره، میگه حتی اونطوری هم نرو دنبالش. بهر زر یعنی بابت پول و طلا و اینا، مکسل از گنجور، از صاحب گنج جدا نشو، مگسل از گنجور، گنجور یعنی صاحب گنج، صاحب گنج همین طرف دل شما. میگه از این جدا نشو به خاطر زر، به خاطر پول، چون این خودش معدن این چیزاست. این شنو که چند یزدان زرش کرد، گفت اصحاب نبی را گرم و سر، زان که بر بانگ دهل در سال تنگ، جمعه را کردن باطل بیدرن. تا نباید دیگران ارزان خرند، زان جلب صرفه ما ایشان برن. خب این اشاره به یه داستانی است که در زمان پیغمبر اسلام اتفاق افتاده. نمازی بوده، نماز جمعه ای بوده، اون موقع که همه جمع بودن به نماز، یهو یکی، اون زمان ها رسم بوده که از شهرهای دیگه به شهر، به این شهر مثلا کالا می آوردن و می فروختن. یک چنین کالایی رو میگن جلب. این اتفاقی که افتاده این بوده که موقع نماز بوده، پیغمبر وایستاده بوده، یه مشتم در پی ایشون برای نماز ایستاده بودن، یهو از بیرون صدا میاد که مثلا بیا که فلان چی آوردن برای فروش. یه عده از این افراد ترک میکنن نماز و میرن برای خرید این اجناس. این اشاره به اون داستانه. میگه که کجا میگه؟ این شنو که چند یزدان زرج کرد، یعنی بعدن خدا اونا رو به اصطلاح چیز کرد، چی میگن؟ تنبیه کرد. گفت اصحاب نبی را گرم و سرد، بهشون بد بیرا گفت اصحاب نبی، زان که بر بانگ دهل در سال تنگ، جمعه را کردن باطل بیدرن. چرا؟ چون که به محض این که دیدن صدای دهل میاد که یه همچین خبری هست، یه تاجری اومده کالای آورده، جلب آورده به فروشه،
اینا چی کردن؟ جمعه را کردن باطل، یعنی نمازشون رو قطع کردن، نماز باطل شد و بیدرنگ همه رفتن بیرون مسجد. تا نباید دیگران ارزان خرند، زانجلب صرفه ز ما ایشان برند. اینا چرا دویدن بیرون؟ گفتن که نکنه این جنس ها رو عمل دیگران بخرن، از این جلبی که این آورده به فروشه اونا استفاده ببرن، ما دستمون خالی بمونه. یعنی رفتن که